افغانستان در محوریت پروژه های بزرگ اقتصاد منطقه‌ای، چابهار، پروژه تاپی، پروژه برق کاسای 1000 و احیای راه لاجورد و راه ابریشم از پروژه های هستند که افغانستان در چارچوب آن نقش پل متصل آسیای میانه با آسیای جنوبی را دارد. با بهره برداری این پروژه ها بخش بزرگ از منافع اقتصادی کشورهای منطقه به ویژه چین، پاکستان، هند و افغانستان گره می خورد. اما آیا دولت افغانستان آماده پذیرایی از این پروژه ها است؟ وحید ویسی، رئیس همکاری های اقتصادی وزارت خارجه در پرسپال کنونی با من حارس جمالزاده. آقای ویسی، بسیار زیاد خوش آمدین. تشکر. پیش از اینکه مشخصا روی پروژه ها به شکل جداگانه بحث بکنیم، می خواهیم بفهمم که هدف حکومت افغانستان به خاطر ایجاد پروژه های بزرگ منطقه‌ای در افغانستان چی بوده؟ خب، هدف افغانستان چندین موضوعی است که ما باید سر از او بپیچیم. اول، افغانستان کشور محصول به خشکی است. موقعیت جغرافی افغانستان به این نتیجه رسیدیم که میتونم نقطه وصل بین کشورها شود. دوم، کشورهای آسیای مرکزی بدون افغانستان نمیتونن به آسیای جنوبی وصل شوند و منابعی که دارن، منابع سرشاری که امروز دارن، اونا مارکت اصلیشان و مارکت بهترین مارکتشان در آسیای جنوبی و یا شرق میانه نهفته است. و سومی که موضوع همکاری های منطقه‌ای اقتصادی موضوعی است که زیادتر سر پروسه صلح افغانستان تاثیر داره و هر قدر که این پروژه ها بیشتر رونق پیدا کنه، بیشتر سرش کار صورت بگیره و تفاهم مشترک یا امی اجماع عمومی منطقه‌ای ایجاد شوه، این بالای پروسه کاریابی برای تولیدات محصولات زراعتی افغانستان، همچنان به خاطر از اینکه یک رشد اقتصادی متناسب به میان بیه، تاثیر داره و این موضوعات باعث از این میشه که صلح امنیت در منطقه حاکم شود. و در قسمت پروژه های بزرگ اقتصادی یا مشکل که شما اشاره کردین که یکی از موارد را که این پروژه ها روی دست گرفته شده با به هدف اتصال کشورهای منطقه از طریق افغانستان است، که اخیرا ما شاهد پروژه چابهار بودیم در ایران که از طرف سران کشورهای افغانستان، ایران و هندوستان آغاز شد. یعنی مشخصا چی سود را حکومت افغانستان میتونه از این بندر ببره؟ خب، پروژه چابهار یا موافقتنامه چابهار که چند روز پیش امضا شد، به خاطر وصل منطقه‌ای و همچنان به خاطر رشد و رونق تجارت در حوزه که افغانستان است یا حوزه که ایران با شرق میانه وصل است و قسمی که گفتم افغانستان با آسیای مرکزی وصل است و تمایل هندی ها به این است که بتوانند از راه نزدیک به آسیای مرکزی وصل شوند و به اروپا برن، همچنان یک وجه مشترک ایجاد کرد و این باعث از این شد که بعد از 4 سال ما به یک تفاهم برسیم و چارچوب حقوقی وصل از طریق چابهار را رویش موافقه کنیم که امضا شد، که بعضی کارهای دیگه در قسمت ازی که بتانیم چگونه سهولت های ویزه را به میان بیاریم که برای تاجرای ما یک سهولت بیشتر به میان بیاریم، همچنان در قسمت مسائل گمرکی و در قسمت ترانزیت و ترانسپورت رای حل های باید به میان بیاد. یعنی با تجربه‌ای که در قسمت ترانزیت حکومت افغانستان با پاکستان داره، آیا گام های اساسی از همین ابتدا هم در بندر چابهار برداشته شده تا این که ما در آینده ها شاهد تجارب تلخی را که فعلا ما با پاکستان داریم با ایران نداشته باشیم؟ طبعا تجربه درس بزرگ است و باعث از این شده که ما از تجربه بیاموزیم و پروسه را باید طرح کنیم که او مشکلات را که در دیگه زمینه ها داریم، در بخش های دیگه داریم، او دوباره تکرار نشه. افغانستان میتونه که در قسمت روابط دو جانبه هم ممتاز باشه، محل ممتاز باشه و هم در موضوعات چند جانبه میتونه خوبتر بدرخشه. تجربه 15 ساله افغانستان نشان داده که افغانستان نظر به موقعیت جغرافیایی خود تانسته که در پروسه های چند جانبه بیشتر ممتاز باشه و راه های ترانزیتی که امروز روی دست است، شما نامشان بیشتر یاد کردیم،
اکثرا پروسه های چند جانبه است، یعنی از یک کشور به کشور سومی میره یا چهارمی یا پنجمی. این موضوعات باعث از این شده که یک وجه مشترک سه کشوره به اصطلاح در قسمت چابهار ایجاد شوه و هرگاه البته مفردات می موافقت نامه قسم تعیین شده که هرگاه یک کشور مشکل می داشته باشه یک کمیسیونی هست که اونجا به سطح بسیار عالی سر از مشکلات بحث میکنن کار میکنن. یعنی همون شکلی که در این نشست هم اشاره شد ظاهرا سرمایه گذاری بیشتر از جانب هند و ایران صورت گرفته در بندر چابهار، سهمی را که حکومت افغانستان میخواهد که در عملی سازی پروژه ادا بکنه چی است؟ در قسمت سرمایه گذاری باید یک موضوع واضح بسازم. سرمایه گذاری هندوستان در پروسه دو جانبه با خود کشور ایران است. او در این پروسه سه جانبه ارتباط ندارد. پروسه سه جانبه یک پروژه ترانزیتی و ترانسپورتی دهلیز بین المللی است که وصل میکنه هندوستان از طریق چابهار به افغانستان. او سرمایه گذاری هایی که هند میخواهد داشته باشه و یا ژاپن میخواهد داشته باشه و یا هر کشور دیگه که میخواهد داشته باشه، او موضوعات است که بین خود ایران و مو کشور بحث شده. خب طبعا این سرمایه گذاری ها بالای رونق تجارت و یا رونق مواصلاتی خود بندر چابهار بسیار زیاد کمک میکنه و باعث از این میشه که امی را یک اعتبار بیشتر پیدا کنه و کار در او قسمت زودتر صورت بگیره، افغانستان بتانه از مزایای از این بندر استفاده کنه. امی نوع سرمایه گذاری بر افغانستان هم است که بتانه در اونجا بره. ما با ایران بالای بندر چابهار موافقت نامه دو جانبه هم داریم. ما از در تحت چارچوب موافقت نامه دو جانبه خود میتونیم سرمایه گذاری کنیم. ما اونجا زمین داریم، زمین میتونیم بخریم، تاجرای ما میتونن اونجا صنایع خود تولید کنن، آباد کنن، فابریکه ها بسازن، کشتی داشته باشن. امیال دو سرمایه گذار افغانستان در تماس هستن که بتونن کشتی داشته باشن. یعنی با عضویت افغانستان در سازمان WTO فکر میکنین هنوز هم نیاز است که حکومت افغانستان توافقات دو جانبه با کشورهای همسایه داشته باشه؟ بله، هنوز هم نیاز است به خاطر از اینکه ایران عضو WTO نیست. البته فرق میکنه تعاملات تجارتی با تعاملات ترانزیتی و ترانسپورتی. هر قدر که ما تعاملات ترانزیتی بیشتر داشته باشیم، دهلیزها را برای افغانستان باز کنیم تا بتانیم از یک وابسته به یک مسیر نباشیم و بتانیم اموال تجارتی خود از راه‌های مختلف به بنادر بحری برسانیم. چالش هایی که همواره در صد راه پروژه های منطقه‌ای بوده که از جمله موارد ناامنی است، فکر میکنین که این ما را فرصت میده تا ای که عموم میاده که مشخص شده تا این پروژه به بهره برداری سپرده شود ما بتونیم زیر ساخت ها را تکمیل بکنیم؟ امی زیر ساخت ها در امی شرایط ایجاد شده. ناامنی همیشه یک چالش بوده و شاید باشه و یا ای که بتونیم نظر به این برنامه هایی که روی دست داریم که مارکت ها را بازار ها را با هم دیگه وصل میکنیم، تماس های مردم با مردم بیشتر میشه، در یک چارچوب حقوقی صحبت میکنیم با همسایه خود، طبعا سر موضوع اشتغال زایی، سر موضوعات مارکت یابی، سر محصولات زراعتی همش تاثیر داره، تاثیر دراز مدت داره و ما این موضوع را باید به این ملتفت باشیم که این پروسه ها همونطور 4 سال مذاکره از این صورت گرفت، ممکن 4 سال دیگه یا 5 سال دیگه بتانیم آستاستا این حالت از حالتی که فعلا وجود داره به یک حالتی که بتانه مردم مطمئن از این مسیر استفاده کنه برسیم. و یک پروژه بزرگ اقتصادی و ترانزیتی دیگه که چند قبل از سوی حکومت افغانستان، پاکستان و تاجیکستان که پروژه تاپی بود، یعنی میشه بگوین که کار ازی بالاخره در کجا رسیده، چه اقدامات از طرف کشورهای دخیل در این پروژه روی دست گرفته شده؟ بله، پروژه تاپی یکی از پروژه بزرگ منطقه‌ای ما است، نه تنها بر افغانستان بلکه بر خود منطقه. بعد از اینکه سنگ تهداب از این پروژه گذاشته شد، کار ساختمان پایپلاین از منطقه ماری ترکمنستان آغاز شده تا سرحد افغانستان برنامه‌ش است. تقریبا در حدود 70 یا 80 کیلومتر ساخته شده خود پایپلاین گاز و در داخل افغانستان امسال سال است که ما زیادتر سر از این کار میکنیم چگونه سروی ها را انجام بدیم، مسیرها را مشخص بسازیم با 5 ولایت
و در ضمن با مردم صحبت میکنیم، کار جریان داره فعلا، که چگونه حمایت مردمی در قسمت ازی باشه که پروژه را همکاری کنند. در قسمت خود ترکمنستان علاقمند است که دهکده هایی که در مسیر ازی پروژه قرار داره و مردمی که مشغول کاربار در مسیر ازی پروژه هستن با شرایط را میسر بسازه، البته به حمایت حکومت افغانستان که اونا زمینه درس و تحصیل برشان زیادتر میسر باشه. حتی پلان های حکومت افغانستان روی دست داره که بتانه جوان های از منطقه را تعلیمات مسلکی بده که بتانن اونا بالای پروژه کار کنن. البته یک پروژه طویل مدت است، شاید در آخرای سال 2019 ختم شود، در سال 2020 ما باید گاز انتقال بدیم. عملا از امروز تا او وقت فرصت داریم که کارا را انجام. اما آقای ویسی، با در نظر داشت امو تنش های سیاسی و رقابت هایی که مشخصا در قسمت هندوستان و پاکستان وجود داره که هر دو هم در این پروژه دخیل هستند، فکر میکنین چقدر اینا متحد هستند به مو تعهد را که در قسمت عملی سازی پروژه دارن و این تنش های سیاسی و رقابت های سیاسی نتانه مانع تعهدشان شد؟ خب پاکستان و هندوستان در مورد پروژه تاپی روی یک میز موافقت نامه امضا کرده. اونا متحد هستند که این پروژه باید تکمیل شود. در کشور خود اونا هم کار میکنن، یک پروژه چهار کشوره است. ای که کدام موضوع رقابتی بینشان باشه یا نباشه، ای را میمانیم کار داخلی خودشان است. اما در قسمت تاپی ما همیشه با امی چهار کشور همیشه دیده صحبت کرده، موافقت نامه امضا شده، چندین موافقت نامه امضا شده. در قسمت امنیت از این برنامه های وجود داره که برنامه ها حکومت افغانستان بسیار یک برنامه خوب داره، خود حکومت پاکستان برنامه خوب داره در قسمت تامین امنیت مسیر پایپلاین گاز، و هندوستان در این قسمت حمایتش ما داریم در قسمت از این که بتانه گاز به صورت مطمئن انتقال پیدا کنه. اما یک مقدار فرصت وجود داره از امروز تا بعد سال 2020 که بتانیم ببینیم که چگونه پروژه پیش میره. کمیته های دائمی است، اعضای بورد تعیین شده از چهار کشور، نظارت میشه، سرمایه گذاری های بسیار خوب جذب شده، ژاپن، عربستان سعودی، یعنی کارهای عملی در داخل خاک افغانستان هم آغاز شده یا که هنوز هم ما در مرحله سروی قرار داریم؟ خب ما در مرحله سروی قرار داریم، باید سروی ها تکمیل شوه و این سروی ها باید سازی میشه تا نقاط مطمئن مناسب. البته یک سروی ابتدایی وجود داره در این قسمت، نظر به مو پری فیزیبیلیتی استدیایی که صورت گرفته که تعیین کرده که چقدر پول باید این مصرف شه. و یک پروژه ترانزیتی دیگه که وارد از امو تلاش های حکومت افغانستان بوده به خاطر رسیدن به آبهای آزاد، که او پروژه وارد از امو پروژه راه لاجورد است که گفته میشه یکی از کسایی که در این پروژه بیشتر دخیل بوده و بیشتر تلاش کرده به خاطر عملی سازی پروژه، یعنی شما بودین، میشه که بگوین کار ازی به کجا رسیده و چی وقت ما شاهد بهره برداری پروژه خواهد بودیم؟ مسیر راه لاجورد که باز هم یک دهلیز ترانسپورتی و ترانزیتی است، وصل میکنه افغانستان از طریق ترکمنستان به آذربایجان، گرجستان و از گرجستان به بحر بحیره سیاه، و همچنان یک مسیر دیگه میره به طرف ترکیه و از ترکیه به استانبول و از استانبول طبعا به بنادر اروپایی. کار ازی تقریبا نهایی شده. ما تا فعلا دو مجلس داشتیم که روی موافقت نامه کار کردیم. سه سال میشه از آغاز ازی طرح البته گذشته، و در مدت ازی سه سال طبعا باید یک مقدار کارا با کشورها صورت میگرفت. بالاخره اونا آماده شدن، متن موافقت نامه را پذیرفتن. بار دومی که ما متن موافقت نامه را صحبت کردیم در ترکیه بود، ترکیه میزبانش بود، و بار سومی که ما مطمئن هستیم که بخیر متن موافقت نامه نهایی میشه و بالاخره وقت از این میرسه که ما باید تعیین کنیم کدام روز باید امضا شوه از بین پنج کشور. یعنی این کشورهایی که در مسیر ایجاده قرار داره که عبارت از ترکمنستان و آذربایجان، گرجستان و ترکیه، یعنی در کل شما این کشورها را متقاعد ساختین به خاطر همکاری با افغانستان در قسمت ترانزیت؟ بله بله، متقاعد شدن اونا.
و خب این باعث شد که ما موافقت نامه داشته باشیم. وقتی که گپ روی موافقت نامه میرسه به ایمان ها که کشورها متحد هستند. یک موضوع دیگه که اینجا بسیار زیاد اهمیت داره و او را باید نادیده نگیریم امو نیت سیاسی کشورها هستند. وقتی که حکومت وحدت ملی روی کار آمد، یکی از برنامه های اصلی که حکومت روی دست گرفت موضوعات از این بود که چگونه پروژه های منطقه‌ای را در اولویت قرار بده و این خود از یکی از راهکارهایی است که ما را زودتر به منطقه وصل میکنه و رای لاجورد یکی از بزرگترین شاهراهای منطقه است و یکی از مطمئنترین، کوتاه‌ترین و آسان‌ترین مسیری است که تجار افغانستان و یا تجار از این پنج کشور و یا تجار اروپایی میتونن وصل شن با هم دیگه و یکی از شاهراهای بسیار قدیمی هم در وقتش بوده، در وقت زمانش که آل میتونه که به صورت مدرن ما از ای استفاده کنیم. کار خوبه که گپ مثبت دیگه که وجود داره در این قسمتی است که زیر ساختای وجود داره بین می چهار کشور و افغانستان سرک داره اما خط ریل روی کار زیر دست است و در این قسمت بعض پروژه های کوتاه مدت هم است که بتانیم بخیر زودتر او رفت تا کنیم. یعنی این پروژه با امو پیشینه تاریخی که شما اشاره کردین که در گذشته ها داشته بدون شک، فکر میکنین که با بهره برداری پروژه ما میتونیم شاید یک تغییرات مثبت در قسمت ترانزیت در افغانستان باشیم با در نظر داشته امو چالش ها و مشکلاتی که ما عملا درگیر هستیم با کشورهای مثل پاکستان که همواره در قسمت ترانزیت ما مشکل داریم؟ یعنی میتونه حداقل یک راه بدیل به جای بندر کراچی باشه؟ بله، من کلمه بدیل نمیفهم چرا خم استفاده کنم در اینجا، اما ما نیاز داریم به بندر کراچی. ما افغانستان باید از چندین سمت وصل کنیم با بنادر بحری و تجار ما، همونطور که به چابهار نیاز داره همونطور به بندر کراچی هم نیاز داره، همونطور به رای لاجورد، همونطور از طریق اکتاو و از طریق حیرتان و یا شیرخان بندر. ما مسیرهای مختلف باید داشته باشیم. چرا هرگاه ما به یک مسیر بسنده کنیم قیمت اموال بلند میره، منیس یک وسیله استفاده میشه تا تجارت وضعیتش زیر کنترل باشه. از این خاطر رای لاجورد زمینه را مساعد ساخته تا یک چارچوب حقوقی ایجاد شود که تحت از این چارچوب تمام مشکلات را که افغانستان با دار در قسمت صدور ویزا، در قسمت تجارت ترانزیت، در قسمت مسائل گمرکی، همه از اینا باید در یک لول بیاید و بتانیم از این استفاده کنیم. خب خوبی از این مسیرها، این راه‌های ترانزیتی همین است که یک وجه مشترک کشور را با هم دیگه پیدا میکنن تا سهولت برای تجارت و ترانزیت در منطقه خود فراهم بسازن. پروژه دیگه که در اواخر او هم امضا شد و خیلی خوشبینی های هم در میان کشور ایجاد کرد و عبارت از پروژه کاسه 1000 بود. یعنی این پروژه فکر میکنین چقدر اهمیت داره برای افغانستان و چقدر میتونه افغانستان واقعا از این پروژه سود ببره؟ پروژه کاسه 1000 یک پروژه بسیار بزرگ منطقه ایم و شماست در قسمت انتقال انرژی پاک که باعث از این شده که کشورهای مختلف در این قسمت سرمایه گذاری کنن و حمایت کنن. قیمت پروژه در حدود 1.5 بیلیون دلار است و تا فعلا پول کافی در قسمت تمویل پروژه است. پروژه همونطور که شما شاهد بودین دیدین افتتاح شد و این کار ساختمان از این بخیر زودتر شروع میشه. یکی از پروژه هایی است که افغانستان میتونه به صورت مطمئن از انتقالش بده بعد سمت پاکستان و موضوع هزینه ترانزیتی ازی مستقیم به افغانستان میره. در جمع عواید افغانستان در حدود 45 میلیون دلار سالانه فقط از خاطر ترانزیت ازی بر افغانستان. و به خاطر عملی سازی ازی پروژه آیا می ظرفیت ها و زیر ساخت هایی که در حال حاضر وجود داره که برق به کابل انتقال میده از این مسیرها انتقال میافه یا که دوباره برای عملی سازی این پروژه پایه های جداگانه و مختلف دیگه باید نصب شود؟ خب این پروژه که 10 سال از مذاکرات از گذشته و
سر هر بخش از این پروژه چندین موافقتنامه وجود داره، قرارداد امضا شده. ساخت و ساز از این قسمی است که باید از آسانترین و کوتاه‌ترین مسیر به سمت پاکستان بره. چرا؟ که مسئله انتقال برق فرق میکنه نظر به انتقال گاز یا سری مجد. به این اساس ما یک مقدار پایه های در داخل افغانستان داریم که میتونیم انتقال برق از طریق از این پایه ها انجام بدیم و یک مقدار ساخت ساز دیگه باید صورت بگیره تا بتانه مسیر از این که برق از تاجیکستان به افغانستان سهم خود افغانستان انتقال بده باید ساخته شود. در این قسمت از مسیر کابل به طرف پاکستان هم باید یک مقدار پایه ها تکمیل شود. آیا پروژه کاسا 1000 ربط با پروژه تا داره؟ پروژه که اخیرا جنجالی شد، انتقال برق ترکمنستان از مسیر سالنگ یا بامیان؟ نخیر، نه، این به این ارتباط نداره. انتقال برق از ترکمنستان به افغانستان یک تحت یک چارچوب علایده است و او طوری که میبینین شما و مشنوین یکی از پروژه هایی است که میتونه برق ارزانه به افغانستان و یکی از پروژه های منطقه دیگه که همواره در کشور تلاش میشه و تاکید میشه روی احیای دوباره این پروژه عبارت از همون پروژه راه ابریشم است. آیا تلاش های از جانب حکومت افغانستان به خاطر احیای راه ابریشم هم روی دست است و یا ای که اکتفا میکنه با می چند بندر و مسیری که در حال حاضر عملا رویش کار جریان داره؟ حکومت افغانستان از سال 2012 از کنفرانس همکاری اقتصادی منطقه‌ای که ما در شهر دوشنبه داشتیم یک پکیج را یا بسته پروژه های را ما اونجا مطرح کردیم و اجماع منطقه‌ای را سر زود داشتیم که او عبارت از این بود که راه ابریشم چگونه دوباره احیا شود به افغانستان و این پروژه ها همین پروژه‌ای که فعلا ما شما سر صحبت کردیم تمام از این شامل همین بسته است. راه ابریشم یک راه فقط ترانزیتی فعلا نیست. چرا؟ فعلا مقتضیات خود کشورها رونق تجارت ای که چگونه ما اموال انتقال پیدا کنه تمام از این مسائل باعث از این میشه که بسته های جدید راه ابریشم ما باید ایجاد کنیم. یعنی در کل آقای وایسی با در نظر داشته تمامی همی پروژه های بزرگ منطقه‌ای که بحث روی شد که از چابهار شروع تا لاجورد و راه ابریشم و پروژه منطقه‌ای کاسا 1000 تا تمامش، یعنی فکر میکنین پیش بینی های شما چی است که تا چند سال دیگه ما شاهد یک تغییر واقعا جدی در قسمت ترانزیت افغانستان می باشیم؟ خب ما باید سر از این پروژه کار کنیم. زیادتر فکر میکنم تا 5 سال آینده ما میتونیم به صورت عملی از تمام از این پروژه ها به صورت مطمئن استفاده کنیم. تنها این پروژه ها نیست، زیادتر برنامه های دیگه است که ما روی دست داریم. راه مسائل ترانزیتی است، پروژه بسیار بزرگ دیگه است که ما روش کار میکنیم فعلا، اما در یک مرحله رسیدیم که هنوز در ورق است و بتانیم با کشورها صحبت کنیم. تمام از اینا باعث از این میشه که تفاهم مشترک بین کشورها ایجاد شود و این تفاهم در قسمت از اینکه چگونه همکاری اقتصادی بیشتر رونق پیدا کنه، چطور ما مخرج مشترک با کشورها داشته باشیم پیدا کنیم، طبعا تاثیر داره سر وضعیت اقتصاد منطقه. پس از 5 سال میتونیم استفاده را آغاز بکنیم، نه به صورت کل، به صورت نسبی؟ ما فکر میکنم تا 5 سال آینده امیدوار هستیم به صورت کل استفاده کنیم. ببینید بیشتر از 20 سال پروژه تاپی مذاکره صورت گرفت، 10 سال پروژه کاسا 1000 بود، تقریبا بیشتر از سال 2012 تا امروز که ما تفاهم نامه را هفته گذشته با چین در قسمت یک کمربند یک جاده امضا کردیم وقت گرفت، 4 سال پروژه چابهار بود. تمام از این مسائل یک نوع اعتماد سازی است در منطقه و این اعتمادها باعث از این میشه که باز همکاری های مشترک انجام بشه. تشکر، سلامت باشید. سپاسگزارم.